همکارم آزاده شفیعی با جزئیات بیشتر در استودیو با ما همراه شده آزاد بیشتر از تو بشنم این ماجرا از چه قرار بوده خب الناز همه چیز از اونجا شروع شد که در واقع در ایستگاه شریعتی شهر مشهد یک اتفاق بسیار عجیبی افتاد که بسیاری از شهروندان رو اتفاق ترسناک نامیدن یعنی یک روزنامه نگار در داخل ایران یا عکسی رو منتشر کرد و این عکس نشون میداده که وقتی شهروندان وارد مترو میشدن تمام مشخصات حالا شامل جنسیت و سنشون برای مونیتورهای بزرگ اسکای مترو درج میشد و همه به میتونستن ببینن خب این خیلی سر و صدا به پا کرد و با واکنش های بسیاری و واکنش های اعتراضی زیادی همراه شدش و به هر حال باعث شد که حتی مسئولین حکومتی هم نسبت به اون واکنش نشون بدم از جمله موسی رضا حاجی بیگلو که همچون خود هم که اشاره کردی سخنگوی شورای شهر مشهد گفتش که نه این اتفاق صحفی بوده و بعد گفتش که مثلا این برای شناسایی تروریست ازش استفاده میشه و خودش گفت که اصلا این قرار نیست که ادامه پیدا بکنه و اصلا نقض حقوق شهروندی هستش و به هر حال یه جورایی به نظر میاد که عقب نشینی کرد در این زمینه و حتی گفت که از سوی مقامات بالا هم دستوری نیومده که ما بخوایم این کارو انجام بدیم سکینه سادات پات هم که دستیار رئیس جمهور هستش دیروز واکنشش بسیار شدید بود و ایشون گفتش که این مسئله مصداق نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی هستش و گفتش که در واقع اصلا اصول قانون اساسی رو هم نقض میکنه و همونطور که شاهد بودیم حتی مسئول حکومتی هم نسبت بهش واکنش نشون دادن اعتراض شهروندان دقیقاً بهش چیه اعتراض شهروندا خب بسیار شدید بود بسیاری نگران بودن که این مسئله به جاهای دیگه به ایستگاه دیگه هم کشیده بشه چون همطور که میدونیم خیلی اونو در واقع در راستای برخورد حکومت با مسئله حجاب میدونستن حجاب اجباری میدونستن خیلی ازش به مسئله یک عنوان فراقانونی بودن بهش اطلاق کردم و گفتن که اصلا این مسئله نمیتونه قانونی باشه و میگفتن که تصور کنید که شما وارد یک ایستگاه مترو بشین و تمام مشخصاتتون روی مونیتور نشون داده بشه اصلا خیلی خطرناکه و... بله دقیقا و خیلی جالب بود که الناز مقایسه میکردن با مسئله آرمیتا و میگفتن که خب آرمیتا گرامن وقتی که توسط یک معمور حکومتی هل داده شد خیلی از مردم خواستن که اون سی سی تی یا اون دوربین های مدار مشخص بشه و دیده بشه چک بشه ولی مسئله حکومتی گفتن اصلا اونجا دوربین های مدار وجود نداره و خیلی مقایسه کردن که خب از الان چی های شما اینجا مثلا مشخصات شهروندان رو نشون ولی از اون طرف ام. میگه که ایش دوربین مداربسته ای وجود نداره مترو و این تناقض باعث اعتراض خیلی از شهروندان شدش در نهایت من خواستم اینو بگم که خب همون که که هم, هم اشاره کردی فرمانداری مشهد اعلام کردش که این مسئله کلا متوقف شده فقط یک نکته کوتاه بگم و اونم نقش اطلاع رسانی که توسط یک خبرنگار ایرانی در داخل ایران انجام شد چقدر موثر بود و من فکر می‌کنم که واکنش های مردمی در این زمینه خیلی موثر بودن که هم هم در همراه ما